دانشجویان مسلمان انگلیس از بوریس جانسون نخست وزیر این کشور خواستند وامهای های دانشجویان بدون بهره باشد این دانشجویان از دولت خواستند به وعده خود مبنی بر اعطای وامهای دانشجویی مطابق با شرع اسلامی عمل کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد تا کنون ده ها هزار جوان مسلمان در انگلیس به دلیل نبود وامهای مناسب و بدون بهره مجبور به ترک تحصیل شده یا ناگزیر با تحمل سختی های فراوان به ادامه تحصیل پرداختن در همین راستا اعتلافی شامل استیفان تیمس نماینده پارلمان انگلیس و سازمان جمعآوری اطلاعات مسلم کنسز و بنیاد ملی زکات در نامه ای از بوریس جانسون نخست وزیر این کشور خواست اقدامات لازم را برای تأمین منابع مالی جایگزین برای دانشجویان مسلمان تا سپتامبر 2022 انجام شود. بر اساس یک نظرسنجی از مسلمانان انگلیس که هفته گذشته منتشر شد، سیاست دولت برای ارائه وام های دانشجویی با بهره برنامه های آموزشی 100 هزار دانشجوی مسلمان را مختل کرده است. طبق این نظرسنجی، این ممنوعیت و فقدان گزینه‌های جایگزین به این معنی است که از هر ده دانشجوی مسلمان در آینده یک نفر دانشگاه را از دست می دهد و از هر شش نفر یک نفر شخصا هزینه های دانشگاه خود را تأمین می کند. سالانه حدود سی شش هزار دانشجوی مسلمان در دانشگاه های انگلیس تحصیل می کنند. در سال 2013 دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس وعده داد که به این مشکل رسیدگی کند. در آن زمان به دولت پیشنهاد شد که صندوق تکافل جایگزین وامهای دانشجویی با بهره شود. بهره یا ربا که با نام نزول و یا اسامی توجیهی در بسیاری از کشورها حتی کشورهایی که دایه اسلام دارند رواج دارد. این در حالی است که پرداخت ربا، دریافت ربا و حتی انجام واسطه گری برای آن حرام است.